جناب آقای مهدوی فر، با توجه به موضوع دعوا در درون نظام، به حال آقای میرحسین موسوی همچنان در صف نظام و در مسیر پیروی از آیت الله خمینی است که اون دوران رو هم طلایی میدونه. حال اگر با توجه به همین دعواهایی که در درون نظام وجود داره که در بیانیه میرحسین موسوی این دعوا و جبهه‌گیری در برابر خامنه‌ای و رهبر شدن فرزندش نمودار شد، اگر کفه ترازو به سمت میرحسینی به عنوان یک فرضیه مطرح میکنم بچربه و سنگینی بکنه که به هر حال کسانی که در درون نظام همراه هستند با میرحسین موسوی این هشدار رو جدی بگیرند و در تعیین رهبر سوم اون اتفاقی که میرحسین موسوی میخواد نیفته، کسی غیر از مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم بشه، آیا بر این اساس نمیشه بیانیه چالش برانگیز میرحسین موسوی رو در راستای حفظ و استمرار نظام جمهوری اسلامی دونست؟ بر این اساس بهره برداری اپوزیسیون چه خواهد بود و در این رابطه چه طرح و برنامه‌ای دارند؟ ببینید، وقتی که خامنه‌ای رهبر شد، هاشمی رفسنجانی کشور رو رها نکرد به امید خامنه ای. میدانست که خامنه ای جوانتر از اینه که بتونه کشوری رو با اون بحران بسیار بزرگی که از جنگ فاصله گرفته و در واقع کاریزمای خمینی کشور رو روی پای خودش نگه داشته، الان با مرگ خمینی و با اون همه مشکلات اقتصادی و با شهرهای خراب و با خروج از یک جنگ خانمانسوز 8 ساله، شخص خامنه‌ای نمیتواند که این کشور رو اداره بکنند. به امید فکر خودش و به امید عقل خودش هاشمی رفسنجانی این جریان رهبری خامنه‌ای رو پیش کشید و در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که اونجا شخص هاشمی رفسنجانی با اون نفوذ کلامش، با اون تفکر سیاسیش، با اون اعتباری که داشت این جریان رو مدیریت کرد. ما الان نداریم کسی رو که وزین باشد، مهم باشد، قد و قامتی داشته باشد، مثلا قد و قامتی داشته باشد در اندازه شخص علی خامنه‌ای یا 1/2 شخص علی خامنه‌ای یا 1/3 یا 1/5 علی خامنه‌ای در بین اصولگراها، در بین اصلاح طلبها، ضمن اینی که انقدر اینها در واقع یکدیگر رو طی این سالها تضعیف کردن و به صورت هم دیگه خراش وارد کردن که عملا یک چهره وزین سنگین قابل اعتمادی رو بین خودشون ندارن. مثلا ممکن بود اگر هاشمی شاهرودی که مدتی رئیس قوه قضاییه بود به خاطر فرض میکنیم دلایل خاصی، به خاطر علم فقاهتی که در شیعه ازش به ارزش یاد میشه یا مسائل مثلا سیادتش که عمامه مشکی داره، عمامه مشکی مهمه در موضوع رهبری ایران، یعنی عمامه مشکی تقریبا میتونم بگم 10 تا 15 تا 20 تا عمامه سفید جمع بشن کار یه دونه عمامه مشکی رو میکنن. عمامه مشکی تأثیرش خیلی بیشتر از عمامه سفیده، یعنی برای فریب افکار عمومی که شما بگی این ربطش بدی به ولایت حسین و علی و رضا و حسن و تقی و نقیب و اینجور چیزا بخوای ببندی، این سر رشته رو بخوای ببندی، حتما باید عمامه سیاه باشه، یعنی اگرم سفید باشه باید بدی برات رنگ کنن و یه دو روز سه روز صبر کنی تا از پاتیل در بیاد و حتما رنگش سیاه بشه. این اهمیت داره از حیث افکار عمومی قوم مشهد که معمولا مراجع تقلید یا روحانیونی که عمامه سفید و عمامه سیاه بر سر داشتن، اینها بسیار موفق تر بودن در خر کردن مردم، در تحمیق مردم و در این که بتونن بهتر و راحت تر از مردم سواری بگیرن و مردم هم بهتر به اینا سواری میدن.
تجربه این رو نشون داده. پس حضورتون عرض کنم الان ما یک شخص وزینی رو نداریم، احتمال میدیم که اینها دچار اختشاش بشن. ببینید بدون شک و بدون تردید ما میدانیم که الان و نه الان بلکه در سالهای اخیر اینها ارتباطشون رو با 90 نفر افراد خبرگان تقویت کردن و در ارتباطن و همون زمانی که اینها میخواستن رأی بگیرن برای خبرگان به فکر اتفاق الان و به فکر مرگ خامنه ای بودن، همون زمان هم در این که چه کسی رو رد صلاحیت بکنن، چه کسی رو بالا بیارن، چه کسی رو کنار بزنن، همونجا سعیشون رو کردن. تلاششون بر این بوده که الان که میخوان مشتبه رو یا هر شخصی رو بخوان انتخاب بکنن مشکلات عدیده نداشته باشن. اینها مذاکرات پشت پرده رو طی سالهای اخیر داشتن و یکی از چهره هاشون و یکی از مهره هاشون شخص مجتبی خامنه ایه و همین که همه کمک میکنن که ما مجتبی رو تضعیف بکنیم، موقعیتش رو دچار اختلال بکنیم، این یه دونه از گزینه های مهم رو برکنار میکنه، تعداد گزینه ها رو پایین میاره، تعداد احتمال موفقیت خبرگان رو در این که بتونه این قضیه رو جمع جور بکنه این رو برطرف میکنه، یعنی به ما کمک میکنه. ببینید جریان چیه؟ جریان اینه که وقتی که خامنه ای فوت کنه یا حالش بد بشه پزشکا اون رو جواب بکنن یا به شرایطی برسه که طبق قانون اساسی و طبق تشخیص خود خامنه ای و اطرافیانش او نمیتواند، یعنی اختلال حواس براش ایجاد بشه یا مشکلاتی از حیث تب و لرز و نمیدونم چیزایی که پزشکا بگن این دیگه نمیتونه، قادر نیست گزارشات رو ببینه بخونه و نظر بده، این دیگه عملا میشه گفت که دیگه رهبری خامنه ای منتفیه. خب در این صورت خبرگان رو میطلبن، از شهرستانهای مختلف بهشون زنگ میزنن و به سرعت بهشون میگن، مثلا سر شب بهشون اطلاع میدن سحر خودتون رو برسونید، جلسه ساعت 8 صبح شروع میشه، بلافاصله اونجا باید تصمیم بگیرن. اینها یک سری کارهای از قبل به صورت مخفیانه انجام دادن، متاسفانه ما اون اخبار مخفیانه رو نداریم و حالا شاید اگرم می‌داشتیم کاری نمیتونستیم بکنیم، ولی برامون مهمه که از نیروی همدیگه کمک بگیریم، بازی اینا رو به هم بزنیم و ما این آمادگی رو داریم که به محض اینکه خامنه‌ای فوت و الان هم که زنده است پاتو کفشش میکنیم، الان هم که زنده است نمیذاریم او یه آب خنک از گلوش پایین بره، نمیذاریم یه نفسی به آرامش بکشه و موقعی هم که به دم مرگ نزدیک بشه یا شرایطش وخیم بشه اونجا هم دست ما بازتر میشه، در کل نخواهیم گذاشت، یعنی ما هم در واقع بازی خودمون رو داریم. گمان نمی کنم که، یعنی اون چه که من میبینم آینده رو با توجه به اطلاعات ضمنی که از درون حاکمیت و از شناختی که من خودم مدت ها با این جماعت زندگی کردم، در کنار این جماعت نفس کشیدم، فکر میکنم که اینها دچار یک در هم ریختگی بزرگی خواهند شد و با مرگ خامنه ای نمیتونن اوضاع را جمع و جور بکنن. اون وزنه های قوی مثل هاشمی رفسنجانی که اون تعادل رو برقرار میکرد حتی یه دونش هم در اختیار ندارن. خامنه ای همه چیز رو از بین برده، خامنه ای روزای اول احمد خمینی رو از بین برد، در مدتی بعد هاشمی رفسنجانی رو در معرض تحقیر و در معرض حملات مخالفین هاشمی قرار داد، بعد دیگه وقتی دید هاشمی رفسنجانی همین تتمه نفسی که میکشه برای او خطرناکه سرش زیر آب کرد که همین مقدارم دیگه نتونه نفس بکشه، دیگه هرچی که دور برش بوده از بین برده و دست ما بازه الان برای این که بتونیم وضعیت رو به نفع مردم و به نفع براندازی مدیریت بکنیم در زمان مقتضی، در زمان خودش. و مشتبه هم که هیچ نقشه از قبل نداشته، نه سخنرانی کرده نه از خودش سوابقی داره، فکر میکنم اینجا دست بالا رو براندازا دارن. میرحسین موسوی هم اگر به براندازا کمک بکنه حتما نزد ما بیمزد نخواهد بود و در واقع کمک بکنه. اینجا داد و ستده، اینجا بحث سیاسیه، بحث اینه که در عالم سیاست
همه گزینه‌ها باید کارکرد خودش رو داشته باشه. من در خدمتتونم، متشکرم. سپاسگزارم.